سر خط خبرها. هول نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه. واکنش دولت ایران به مصوبه مجلس برای کاهش تعهدات هسته‌ای. ظریف میگوید پایبندی غرب به برجام میتواند مانع اجرای این قانون شود. برگزاری دومین جلسه محاکمه دیپلمات ایرانی متهم به توطئه بمب‌گذاری در اروپا. اسدالله اسدی باز در دادگاه حاضر نشد. پیشبینی روزهای سخت همزمان با خوشبینی از تزریق واکسن کرونا. آمار رسمی مبتلایان در ایران از 1 میلیون نفر گذشت. و اقدامات بی سابقه دولت فرانسه علیه مساجد مظنون به افراطگرایی. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در پی ابلاغ مصوبه مجلس به دولت برای کاهش تعهدات هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار شکیبایی و رفتار دیپلماتیک شده. آقای روحانی گفته بگذارید آنهایی که تجربه 20 و چند ساله دارند در دیپلماسی موفق بودند و به گفته او بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، برای رفع تحریم‌ها تلاش کنند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته اگر مصوبه مجلس همه مراحل قانونی را طی کند، دولت موظف به اجرای آن است، اما پایبندی آمریکا و اروپا به تعهداتشان در توافق هسته‌ای میتواند مانع از اجرای آن شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. کمتر از 2 ماه به آغاز کار دولت بعدی در واشنگتن مانده. دولتی که میگوید اگر ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای بازگردد، بازگشت آمریکا به برجام ممکن می‌شود. دیگه نباید در امپیتی بمونیم. تمام جاسوسان و بازرسان آژانس بعد اخراج شدند. تکبیر! الله! در تهران اما صداهای مخالف این رویکرد رساتر از طرفداران مذاکره و دیپلماسی شنیده می شود. موضوعی که در مصوبه اخیر مجلس درباره خروج دولت ایران از پروتکل الحاقی در صورت عدم اجرای کامل تعهدات اعضای برجام در قبال ایران بازتاب یافت. و این واکنش رئیس جمهوری ایران که برجام مهمترین دستاورد سیاسیش به شمار می رود. برای اینکه مسئله رو می خواهیم حل هول نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما می کنه. بذارید اونایی که تجربه 20 و چند ساله در این امر دارند و می دونن باید چه کار بکنن و در دیپلماسی موفق بودن و در دیپلماسی آمریکا رو بارها و بارها در این 3 سال در سازمان ملل شکست دادن، بگذارید ما با تأنی با دقت کارمون رو انجام بدیم. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به سرعت و در 2 روز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و مجلس هم بیدرنگ آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر اساس این قانون اگر تحریم‌های بانکی و نفتی کاملا لغو نشود، دولت ایران باید 2 ماه بعد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. یعنی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگر مجاز نباشند هر وقت که لازم دانستند از تأسیسات مشکوک به داشتن فعالیت غیر مجاز هسته‌ای بازدید کنند. همچنین ایران باید غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر بگیرد و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر را در دستور کار قرار دهد. دولت ایران در مخالفت با این اقدام گفته بود که مجلس نمیتواند در توافق هسته‌ای دخالت کند. رئیس جمهوری هم این مصوبه مجلس را برای روند دیپلماتیک مضر توصیف کرده بود. وزیر خارجه ایران هم امروز در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای گفت امریکا باید به برجام بازگردد تا ایران هم به تعهدات خود بازگردد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز از تمایل به بازگشت به برجام سخن گفته. اینجا جو بایدن به توماس فریدمن روزنامه‌نگار مشهور نیویورک تایمز میگوید که با وجود بحث‌های فراوان درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه، از نظر او بهترین راه رسیدن به ثبات رسیدگی به برنامه هسته‌ای است. آقای بایدن در ادامه می گوید
اگر ایران به بمب هسته‌ای برسد، فشار شدیدی بر عربستان، ترکیه، مصر و کشورهای دیگر خواهد آمد تا آنها هم به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند و این آخرین چیزی است که برای این گوشه از جهان می‌خواهیم. جو بایدن اضافه می‌کند که با همپیمانان و شرکای خود برای مذاکره و توافق‌های بعدی با دولت ایران مشورت خواهد کرد تا محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را تمدید و تشدید کند و به مسئله برنامه موشکی این کشور هم رسیدگی کند. این سخنان تصویری از آینده دیپلماسی آمریکا در قبال ایران ترسیم می‌کند که البته اقدامات مخالفان داخلی و خارجی دیپلماسی می‌تواند سرنوشت آن را تغییر دهد. دولت ترامپ هنوز حدود 7 هفته دیگر در قدرت است و زمزمه‌هایی از تلاش‌هایش برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران شنیده می‌شود. به عنوان نمونه روزنامه نیویورک تایمز نوشته امریکا در تلاش است تا عربستان را متقاعد کند که آسمان خود را برای پرواز هواپیماهای قطری باز کند و به این ترتیب میلیون‌ها دلار درآمد ایران از حق پروازی که از قطر می‌گیرد را به صفر برساند. آسمان عربستان سالها مسیر پرواز خطوط هوایی قطر بود تا زمانی که عربستان قطر را تحریم کرد و راه را بر هواپیماهایش بست. نیویورک تایمز گزارش می‌کند که اگر دولت آمریکا بتواند عربستان را برای باز کردن آسمانش به روی هواپیماهای قطر مجاب کند، 100 میلیون دلار درآمد سالانه ایران را از بین می‌برد. روابط اقتصادی و سیاسی قطر با ایران طی سال‌های اخیر یکی از موارد اختلاف این کشور با عربستان و همپیمانانش بوده. اگر تلاش آمریکا در بهبود روابط عربستان و قطر تا 2 ماه آینده نتیجه دهد، دولت ترامپ ضربه قابل توجهی به یک منبع دیگر درآمد دولت ایران وارد کرده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایرانی، امروز در بلژیک برگزار شد. آقای اسدی که از دیپلمات‌های ایرانی مستقر در وین بود، از طرف دادستان‌های بلژیک متهم شده که مغز متفکر نقشه خونسا شده بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 بوده. بنا بر گزارش آقای اسدی، امروز هم در جلسه دادگاه حاضر نشد با این استدلال که معتقد است مسئولیت دیپلماتیک دارد. وزارت خارجه ایران با رد اتهام گفته دادگاه بلژیک صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. برای صحبت بیشتر در این باره، حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از وین با ما هستن. آقای نایب‌هاشم، با توجه به اینکه در این جلسه آقای اسدی حاضر نشد، چه اتفاقی افتاد؟ با سلام به شما و بینندگان برنامه شما. دادگاه روند عادی خودش رو طی کرد و دیگر متهمان رو بررسی کرد، اقداماتشون رو. دلایل کاملا متقن و کافی وجود داره که هم آقای اسدی هم دیگران در این حادثه، در این برنامه ریزی شرکت داشتند. یکی از متهمین، خانم نامی، خواسته که از دستگاه دروغ سنج استفاده بشه تا ثابت بشه که او اطلاع نداشته مواد منفجره وجود داشته. 3 بار این دستگاه دروغ سنج به صدا در اومده و نشون میده که به هر حال اون استرابی، اون شرایطی که اونها دارن بسیار زیاده. این اقدام که آقای اسدی حضور نداشته و در این حال گفته من از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستم، مسلمه که محکمه پسند نیست. قبلا هم خب شاهد بودیم که کسانی که در همین وین آقای قاسملو رو ترور کردن، اونها در واقع پاس دیپلماتیک داشتن، پاس مقامات دیپلماتیک به عنوان توی گیوم مقامات دیپلماتیک حاضر شدن در وین و دست به اقدامات تروریستی زدن. این برای همه روشن هست و خب قطعا دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد کارش و با دلایل دقیق بررسی خواهد کرد و حالا باید ببینیم که روندهای بعدی چه جوریه. 2 روند میشه گفت ادامه داره. اون روند عدالت که با این دادگاه هست و باید بررسی بشه دقیقاً چگونه هست، و یک روند میانجیگرانه که وجود داره، برای اینکه خب مثلا دیروز خانم صوفی ویلمر وزیر خارجه بلژیک با آقای ظریف تماس گرفته. قاعدتاً به نظر میرسه که موضوع اعدام آقای احمد رضا جلالی که گروگان رژیم هست متاسفانه، و در این زمان بررسی دادگاه چه بسا بخوان همواره ایشون رو و خانواده او رو تحت شکنجه های روانی قرار بدن و هر آن خطر اعدام اونها رو تهدید بکنه وجود داره. و خب به حال تلاش های اینجوری دیپلماتیک هم عملا ادامه داره در کنار روند عدالت جویانه، روند های بازی های دیپلماتیک برای
برای اینکه اسدالدی حکم کمتری بگیره، یعنی در واقع کمتر سالهای زندان براش بریده بشه، مشخص بشه، یا اینکه آقای احمد رضا جلالی اعدام نشه و امیدواریم که قطعا هر چه زودتر آزاد بشه. ممنونم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند ماموران چین بر تلاش‌های خود برای نفوذ در دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا افزودند. به گفته یک مدیر بلندپایه اطلاعاتی، چین بر افراد نزدیک به آقای بایدن تمرکز کرده. همزمان یک مقام وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید اخیراً بیش از 1000 مامور مظنون چینی از آمریکا گریختند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که روابط چین و آمریکا در ماه‌های گذشته با تنش‌های همراه بوده. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، این مقام امنیتی چه اطلاعاتی از میزان نفوذ اطلاعاتی چین در میان اطرافیانش ارائه کرده؟ صحبت‌هایی که ارائه شده به وسیله ویلیام اوانینا مطرح شده، فردی که مدیر ضد اطلاعات است در اداره امنیت ملی آمریکا، دیروز در جمع اندیشکده مؤسسه اسپن صحبت می‌کرده و در صحبت‌های خودش گفته که تلاش مقام‌های امنیتی چین برای نفوذ به حلقه اطرافیان آقای بایدن و اعضای دولت جدید و همینطور افرادی که به این افراد نزدیک هستند افزایش پیدا کرده، تشدید فعالیت‌های اونها رو به دوپینگ کردن حتی تشبیه کرده و گفته که باید اطمینان حاصل کنیم که دولت جدید متوجه این تلاش‌ها و نحوه تماس گرفتن و نزدیک شدن عوامل چین باشد. البته بحث دخالت چین در امور داخلی آمریکا بحث تازه‌ای نیست. در جریان انتخابات ریاست جمهوری هر دو طرف یکدیگر را در این رابطه متهم می‌کردند. آقای ترامپ می‌گفت که باید مراقب فعالیت‌های تجاری هانتر بایدن، پسر جو بایدن، در چین بود و از سوی دیگر گزارش آقای بایدن به گزارش‌های اشاره می‌کرد که درباره یک حساب بانکی آقای ترامپ در چین صحبت می‌کرد. از سوی دیگر در همین نشست مدیر بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا هم صحبت کرده، به این نکته اشاره کرده که 5-6 نفر از افرادی که تحت عنوان دانشجو و محقق در آمریکا حضور داشتند و در حقیقت وابسته به ارتش خلق چین بودند، اینها رو بازداشت کرده و بعد از بازداشت و بازجویی این افراد بیشتر از 1000 نفر از محققان چینی و دانشجویان چینی از آمریکا خارج شدند و درباره هشدار داده درباره حضور پوششی دانشجویان چینی که مرتبط با ارتش چین و حزب کمونیست هستند در مؤسسات تحقیقاتی آمریکا. خشایار جنیدی در واشنگتن، ممنونم از تو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اشکال نداره اگر دولت موفقیت بده. یک روز بعد از ابلاغ مصوبه مجلس ایران به دولت برای کاهش تعهدات هسته‌ای در صورت لغو نشدن تحریم‌ها، رئیس جمهوری خواستار شکیبایی و رفتار دیپلماتیک شد. دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به تلاش برای بمب‌گذاری در فرانسه متهم است، بدون حضور او در بلژیک برگزار شد. در ادامه برنامه، اقدامات بی سابقه دولت فرانسه علیه مساجد مظنون به افراطگرایی. در حالی که خبرهای امیدوارکننده ای از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا در بعضی از کشورها طی روزهای آینده به گوش می‌رسد، مقام‌های مسئول در گوشه و کنار جهان هشدار می‌دهند که روزهای سختی در پیش است. به گفته آنها هنوز برای کنار گذاشتن اقدامات احتیاطی و مقررات بهداشتی ویژه خیلی زود است، از جمله در ایران که آمار رسمی کل مبتلایان از 1 میلیون نفر گذشته و در آمریکا که پیش بینی شده 200,000 نفر دیگر جانشان را از دست بدهند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در کتاب پرماجرای کرونا، جهان وارد فصل واکسن شده. بریتانیا اولین کشوری است که استفاده از واکسنی را تایید کرده که باید در سرمای زیر 70 درجه سانتیگراد نگهداری شود. هنوز واکسن از بلژیک وارد بریتانیا نشده که خیلی از پولدارها از اقصی نقاط دنیا بلیط‌های سفر خود به لندن را خریداری کردند. با اینکه پدر واکسن سازی فرانسوی بود، اما فرانسه امروز بالاترین درصد شهروندانی را دارد، 60%، که میگویند مخالف واکسیناسیون اجباری هستند. هنوز بسیار زود است که کشورها سپر بهداشتی خود را بر زمین بگذارند، چرا که در روسیه، اندونزی و مجارستان رکوردهای جدید ابتلا و مرگ و میر شکسته شد و در ایران آمار رسمی مجموع مبتلایان
امروز از مرز 1,000,000 نفر گذشت. ببینید سطح شهر ترافیک با اینکه 2 هفته شرایط اضطراری در ایران باعث 10-12% کاهش ابتلا شده، اما وضعیت پایتخت شکننده است. البته در تهران همونطور که می‌دونید دلیل پیچیدگی خاص این بیماری در شهر و استان تهران، کماکان شهر تهران یک شرایط نسبتاً بی‌ثبات و ناپایدار تلقی میشه و به خصوص در زمینه تقلیل محدودیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در هفته آتی با توجه به شرایط تهران به صورت کاملاً پلکانی باید این اقدام صورت بگیره. به عبارت دیگر تصور نکنید همه چیز عادی شده تا دوباره به شرایط وخیم و قرمز باز نگردیم. ما در هفته آینده حداکثر حضور کارکنان را حداکثر تا 50% در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های عمومی غیر دولتی و با توجه به تسری موضوع بخش خصوصی شاهد خواهیم بود. مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مجموعه مجامع تشکیلی و به خصوص بحث‌های آینی و ملی تعطیل خواهد بود کماکان. تمایل به بازگشت به شرایط گذشته در بعضی کشورها مثل کره جنوبی که امروز امتحانات سرنوشت ساز دانشگاهی برپا شد با احتیاط برگزار شد و در بعضی نقاط دنیا مثل السالوادور که شاهد فستیوال سالانه دلقک ها بود با بی احتیاطی بیشتر. چهرهای معروف هنری و سیاسی هم همچنان در این معرکه خبرسازی می کنند. از والری ژیسکار دستان رئیس جمهوری سابق و سالمند فرانسه که به خاطر کرونا فوت کرد تا باراک اوباما و جورج بوش رؤسای جمهور سابق آمریکا که گفتند واکسن کرونا را مقابل دوربین ها میزنند تا آن 38% آمریکایی که فکر میکنند حکایت کرونا سرکاری است تشویق بشوند و واکسن بزنند تا دیگران را آلوده نکنند. اما رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن هشدار داده که کریسمس سختی در راه است و نباید دچار غفلت شد، مخصوصا که در شبانه روز گذشته بیش از 2800 آمریکایی جان باختند، با این احتمال که 200,000 نفر دیگر نیز در ماه‌های آینده از پا در بیایند. در شهری مثل لس آنجلس از همه ساکنان خواسته شده از خانه‌هایشان بیرون نیایند. اما در نیویورک که یکی از سخت‌ترین آزمون‌ها را در بحران کرونا پشت سر گذاشت، مراسم رونمایی از درخت قول پیکر کریسمس نوید روزهای بهتری را می‌داد. آمریکا در بحران کرونا 270,000 کشته داده، ولی مراسم امروز آرزویی بود برای عبور از این بحران. با آهنگ من برای کریسمس فقط تو را میخواهم. سیاوش اردلان، بی بی سی. امروز 3 دسامبر برابر با 13 آذر روز جهانی معلولان است، روزی که هر سال در آن رسانه‌ها درباره نیازها و مشکلات معلولان در ایران صحبت می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها خواسته تا در دوران شیوع کرونا خدمات ویژه معلولان ارائه کنند، اما بعضی از معلولان می‌گویند دولت ایران از آنها به مقدار لازم حمایت نکرده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. کرونا زندگی همه مردم جهان را سخت‌تر کرده. زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ماه‌هاست دیگر شبیه قبل نیست. بخشی از جامعه که زندگیشان سخت‌تر شده، معلولان هستند. معلولان در خطر جدی‌تری نسبت به بقیه نیستند، اما بسیاری از آنها به بیماری‌های زمینه‌ای هم مبتلا هستند و در نتیجه بیشتر در معرض ابتلا به کرونا. از طرف دیگر افراد دارای معلولیت به دلیل شیوع کرونا و شرایط تحمیل شده بر آنها ممکن است اضطراب بیشتری تجربه کنند. بعضی از معلولان برای انجام کارهای روزانه نیاز به کمک دارند، برای همین نمی توانند خود را قرنطینه کنند. استقلال معلولان هم در دوران کرونا کاهش پیدا کرده. خیلی از آنها مجبور به خانه نشینی شدند. دختر من 16 سالشه. سالها تلاش کردم با کمک متخصصان بهش آموزش بدیم تا از جامعه گریزون نباشه. از زمان شیوع کرونا توی خونه زندونی شده. روحیه‌اش خیلی بده. همه تلاشمون به هدر رفته. از طرف دیگه به دلیل ابتلا به اوتیسم رعایت بعضی از پروتکل‌های بهداشتی براش راحت نیست. میترسم اگه از خونه بیرون بره مبتلا بشه. گروه دیگری که تحت تاثیر کرونا زندگی روزمره‌شان سخت‌تر شده، نابینایان هستند. گروهی که بیشتر ارتباطشان از طریق لمس سطوح است و آلوده شدن سطوح به ویروس می تواند به قیمت جانشان تمام شود.
تمام کلاس‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و هر چیزی که شما فکرش رو کنید که ما شرکت می‌کردیم کنسل شده. خودم مبتلا به کرونا شدم و حدود 3 هفته درگیرش بودم. بحث خیابون رفتن و اینکه بچه‌ها بخوان از خیابون عبور کنن هم یه موضوعه که خودش جای بحث داره، چون الان افراد دیگه مثل سابق نیست که بیان دستتو بگیرن از خیابون ردت کنن. اینقدر مردم می‌ترسن که واقعا شرط سختی هستش. استفاده از ماسک تقریبا ارتباط ناشنوایان و کمشنوایان رو با دیگران قطع کرده. من کمشنوا هستم. من سمک استفاده میکنم و برای ارتباط هم به لبخونی تکیه میکنم. تأثیری که کرونا توی زندگی من داشت این بود که مجبور شدم از کارم که توی بیمارستان بود بیام بیرون، اولا به خاطر کرونا و دوم اینکه ارتباط برای من به خاطر ماسک زدن سخت شده بود، چه بین همکارام چه بین بیمار که میومد. جدا از اون هم به تنهایی کار اداری کردن برام خیلی سخت شد، به خصوص اینکه کارمندای بانک و سایر اداره ها با من همکاری نمی‌کردن. اما چطور می شود در دوران کرونا نکات بهداشتی را رعایت کرد و با ناشنوایان ارتباط برقرار کرد و زندگی آنها را سخت‌تر نکرد؟ میشه که از شیلد ها استفاده کرد، میشه که با رعایت فاصله صحبت بکنیم، یا اینکه میشه که برای ما یادداشت بکنن. خود من وقتی که میدونم جایی قرار برم که ناشنوا وجود داره ماسک شفاف میزنم، البته که خیلی کارایی نداره به خاطر اینکه بخار میکنه. تمام اعضای خانواده من ناشنوا هستن و به خاطر کرونا هم اونا مثل من از لبخونی محروم شدن، چه در دوره قبل از کرونا و چه در دوره بعد از کرونا. اطلاعات و سواد سلامت ناشنواها به خاطر عدم دسترسیشون به اطلاعات منتشر شده از تلویزیون و سایر منابع، حتی شبکه‌های خارجی مثل بی بی سی و غیره، به خاطر اینکه زیرنویس نمیشه یا مترجم زبان اشاره نداره خیلی کم هستش. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها خواسته در زمان شیوع کرونا این اقدام‌ها را برای معلولان انجام دهند. در دسترس بودن اطلاعات بهداشتی و خبری، شناسایی نیازهای مالی معلولان، رایگان بودن ماسک و ژل برای مؤسسات خدماتی معلولان، توجه به معلولان با بیماری‌های زمینه‌ای و ارزان و فراگیر بودن مراقبت‌های بهداشتی و درمانی. اما بعضی از معلولان میگویند اقدام‌های دولت ایران و سازمان بهزیستی برای حمایت از آنها در دوران کرونا کافی نیست. من خودم بیکار هستم و سعی میکنم که از کارهای متفرقه استفاده کنم برای کسب درآمد، چون دولت هیچ حمایتی نمیکنه و اینکه با ماهی 200 هزار تومان سعی میکنه که ما رو از فقر نجات بده، طبیعتا خوب جواب نمیده و من و دیگر دوستانم مجبور هستیم که کار کنیم. کرونا بار سنگینی بر دوش معلولان در ایران گذاشته. تحصیل، شغل، وضعیت سلامتی آنها که بدون کرونا هم مشکلات خود را دارد حالا سخت‌تر شده. کرونا باعث شده چرخ زندگی معلولان کندتر بچرخد. فرین آسمی، بی بی سی. وزیران نفت و انرژی اوپک و 10 کشور متحدش در نشستی از راه دور درباره تغییر احتمالی سقف تولید نفت خام تصمیم می‌گیرند. این نشست قرار بود پریروز یک روز بعد از جلسه وزیران نفت و انرژی اوپک برگزار شود، ولی ظاهراً به دلیل مخالفت بعضی از کشورها از جمله روسیه و امارات با پیشنهاد حفظ سطح تولید فعلی تا پایان ماه مارس نشست به تعویق افتاد. والری ژیسکار دستان، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او که در سالهای 1974 تا 1981 میلادی رئیس جمهوری فرانسه بود، هنگام مرگ 94 سال سن داشت. ژیسکار دستان جوانترین رئیس جمهوری فرانسه در قرن 20 بود و پس از آن هم مدت‌ها در عرصه سیاست فعال ماند. او به عنوان یک سیاستمدار راست میانه به وضع قوانین لیبرال درباره طلاق، سقط جنین و پیشگیری از بارداری کمک کرد. انقلاب سال 1357 ایران در دوران ریاست جمهوری ژیسکار دستان اتفاق افتاد. در زمان دولت او بود که فرانسه به آیت الله خمینی اجازه اقامت در فرانسه را داد. دولت فرانسه می‌خواهد اقدامات بی‌سابقه علیه مساجد مزنون به ترویج افراط‌گرایی مذهبی اتخاذ کند. وزیر کشور فرانسه گفته 76 مسجد مشمول این طرح می‌شوند و بعضی از آنها احتمالاً تعطیل خواهند شد. در پی حملات اخیر اسلام‌گرایان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اقدامات گسترده خبر داده، از جمله پیشنهاد قانونی جدید برای کاهش نفوذ خارجی بر مسلمانان این کشور و جلوگیری از آنچه که تجزیه طلبی اسلام‌گرایانه خواهد.
خوانده شده. جلال ایجادی جامعه شناس در پاریس فرانسه با ما هستن. آقای ایجادی، چقدر این اقداماتی که فرانسه روی دست داره برای کاهش افرادگرای اسلامی میتونه کمک کننده باشه در فرانسه؟ ببینید، به هر حال جامعه فرانسه زیر فشار افرادگرایی اسلامی در سالهای به خصوص اخیر به شدت قرار داره و هرچی جامعه جلوتر میشه تمایل مردم در این هست که در برابر این رادیکالیزم اسلامی و افرادگرایی اقدام به طرز قاطع و روشنی صورت بگیره. و بنابراین پروژه آقای مکرون که چند ماه پیش ارائه شد در هفته دیگه به شورای وزیران میره و همطور که شما اشاره کردید این هستش که یک سلسله موادی رو در نظر میگیره که محدود کننده حرکت اسلامگرایان باید باشه. حال این که تا چه میزانی بتونه فرانسه موفق بشه یا نشه، این رو به هر حال در آینده خواهیم دید. ولی آنچه که مهم هستش در لحظه کنونی این واقعیت هستش که از طریق به عنوان نمونه مساجد افرادی هستند که نه برای مسئله ایمانشون و مسئله نماز خوندن، بلکه مشاهده شده و در واقع دلیل وجود داره که اینها علیه فرانسه اقدام به اصطلاح تبلیغات میکنن، سعی میکنن افراد رو بسیج بکنن و حتی در این زمینه اعلام شده که جزء این ماده قانونی خواهد بود که پیشنمازانی که اقدام بکنن علیه دولت فرانسه و یا خود فرانسه حتی تا 7 سال میتوانن زندان برن. و بنابراین مسئله ایجاد قوانین برای تعریف جرم های جدید که این جرم ها بتونه در واقع تا یه حدودی مهار بکنه این حرکت فزاینده اسلامی. پاسخ جامعه مسلمانان فرانسه که یک اقلیت بسیار بزرگی هست در میان کشورهای اروپایی، نزدیک به 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی میکنند، به این گونه اقدامات معمولا چه بوده؟ ببینید، مسلمانان در فرانسه همونطور که گفتید بین 5 الی یک کمی بیشتر هستند، بله، ولی همین ها یک واحد مثلا یک زبان واحد هرگز ندارن. اکثریت مسلمانان در فرانسه دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن، مالیات میدن، رأی میدن و فعالیت های گوناگون دارن. یک اقلیتی هست که در واقع در ضمن هم در درون مساجد میره و از درون اینها یک اقلیت بسیار بسیار ضعیفتری هستش که به نوعی مبلغین و تبلیغگران هستن که در این مسیر در واقع ابراز نارضایتی میکنن. ولی که مسئله نارضایتی اونها، شما باور بفرمایید که بخش مهمی از خود مسلمانان در اینجا با تبلیغاتی که اینها میکنن موافقت به هیچ وجه ندارن، هرچند که دینشون اسلام هستش، ولی این رو زیاده روی و افرادگرایی این جناح از خودی هاشون میکنن. متشکرم از شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس فرانسه. متشکرم. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.